نخور. خب دوستان وارد ترمینال شدیم و حالا کاری که به صورت گرافیکی تقریبا انجام دادیم میخوایم با محیط CLI انجام بدیم. ما برای اینکه اصلا بدونیم تو چه مسیری قرار داریم از یه دستوری باید استفاده کنیم. همونطور که قبل گفتم به محض اینکه شما یه ترمینال رو باز میکنید و شروع میکنید باش کار کردن، مسیر دیفالت شما هوم دایرکتوری هست شما هستش. ما برای این که بتونیم مسیر حال حاضرمون رو ببینیم از دستوری استفاده میکنیم به اسم PWD یا Print Working Directory. وقتی که این دستور رو اجرا میکنم به من میگه که شما الان توی فولدر Home Directory Transition هستید. حالا برای این که من بتونم محتویات این دایرکتوری رو ببینم باید از یه دستور دیگه استفاده کنم. از یه دستور استفاده میکنم به اسم ls، مخفف لیست هستش، که ls آپشن های زیادی داره که حالا با چند تاش آشنا میشیم. پس برای اینکه محتویات یک دایرکتوری رو من ببینم از دستور ls استفاده میکنم. برای اینکه مسیر جاریمو ببینم از دستور pwd استفاده میکنم. برای اینکه بتونم مسیرمو عوض بکنم، برم توی یه دایرکتوری دیگه یا برم یک جای دیگه یک کار دیگه رو انجام بدم، از دستور cd استفاده میکنم، change directory میکنم. به این صورت هستش که cd رو تایپ میکنم، همونطور که گفتیم یه اسپیس میزنم و بهش میگم برو توی فولدر documents، تو دایرکتوری documents. اینجا اگر من pwd بگیرم همونطور که میبینید آدرس من عوض شده، قبلا در این مسیر بودم الان توی این مسیر هستم. ما برای اینکه بتونیم یک فایل ایجاد بکنیم برای اینکه بخواش باش تمرین بکنیم یه دستور دیگه ای داریم بهش میگیم تاچ. حالا تاچ بای دیفالت کارش چیه؟ تاچ بای دیفالت کارش اینه که تایم استمپ یک فایل رو عوض میکنه. خب حالا اینکه تایم استمپ چی هستش توی جلسه مربوط به خودش صحبت میکنه، ولی خوبی تاچ برای ما اینه که اگر تاچ رو بدون هیچ آپشنی ازش استفاده بکنیم و به عنوان مثال یک اسم جلوش بدیم، مثلا من میخوام یه فایلی درست کنم که تکست باشه، حالا میتونم این تکست رو بهش بدم .txt رو یا بهش ندم، در صورتی که هیچ آپشنی به دستور تاچ ندیم و اینتر رو بزنم، کاری که میکنه اینه که میره نگاه میکنه اگر این فایل وجود داشت که هیچ به شما پیغام میده، اگر وجود نداشت یک فایل خالی برای شما میسازه. نگاه کنید الان توی مسیر داکیومنت یک فایل خالی به اسم تکست test.txt برای من ایجاد شد. ls آپشنای بسیار زیادی داره ولی ما تو این حالت فقط به چند تاش نیاز داریم. ls یه آپشن داره به اسم dash یا لانگ لیستینگ. وقتی که ls-l میزنم خروجی به این صورت برای من چاپ میشه، لانگ لیست مشخصات این فایل رو هم به من میده، مپس پرمیشن ها رو نشون میده، هارد لینکش رو به من نشون میده، یوزرش، گروهش، تاریخش، ساعت ساختش و اسم فایل رو به من نشون میده. بچه ها دستور cd رو اگه به صورت خالی تایپ کنیم و اینتر بزنیم بای دیفالت باید برگرده توی هوم دایرکتوری شما. ببینید برمیگرد ls-l به صورت لانگ لیست به ما نشون. یکی از چیزهایی که شما باید اینجا دقت بکنید این علامت هستش. هر جا اول این قسمت حرف دی رو دیدید یعنی این که این چیزی که اینجا هست یه دایرکتوری هستش، دایرکتوری دسکتاپ، دایرکتوری داکیومنت، دایرکتوری دانلود و به همین صورت ما بقیه دایرکتوری. پس این چیزی که اینجا نشون میده به ما این کاراکتر، همین کاراکتر تکی که اینجا ما نشون داده میشه، نشون دهنده این هستش که چیزی که ما اینجا داریم میبینیم یک دایرکتوری هستش. ls یه آپشن دیگه داره dash a که ما l و a رو با هم میتونیم تایپ کنیم. حالا dash a چیکار میکنه؟ همه فایل ها شامل فایل های هیدن یا مخفی رو هم به ما نشون میده. تفاوتش رو ببینید.
خروجی که این بالا من با داش ال گرفتم، خروجی که این پایین من با داش ال و داش ای گرفتم. چیزی که اینجا باید نظر شما رو جلب بکنه، بعضی از فایل ها همونطور که میبینید قبل اسم یه علامت دات داره. این دات به دو تا معنیه. اگر قبل از فایل بیاد، اون فایل رو به صورت هیدن نشون میده به ما، یعنی اون فایل هیدن هستش. اگر نیاد که خب همینطور که میبینید به ما نشونش میده توی خروجی دشته. این هیدن کردن این فایل ها یه خصوصیت امنیتی نیستش، فقط بابت اینه که خروجی شما خیلی تر و تمیزتر باشه و شما بتونید کاراتون رو انجام بدید. چرا؟ چون بعضی از فایل های کانفیگ مثل .bash_history, .bash_logout, .bash_profile یا .bash_rc یا .cache، اینا فایل های کانفیگوریشن سیستم هستن که اگر شما حواستون نباشه احتمال این که اونها پاک بشه یا تغییرات توشون ایجاد بشه هستش. مورد بعدی که شما باید ببینید این هستش. ببینید کاراکتر داش اول این پرمیشن ها، ما با اینا میگیم پرمیشن ها، اینا مبحث پرمیشن هستش اینجا. این داش اول هر لیستی که بیاد، یعنی این که این یک فایل هستش، دایرکتوری نیستش. پس .bash_logout یک فایل هستش، .bash_rc خودش یک فایل هستش، دایرکتوری نیستش. دایرکتوری دوستان خودش یک جور اسپیشیال فایل هستش، چیز خیلی متفاوتی با فایل نیست. من اینا رو توضیح میدم آخر این جلسه، ولی فعلا باید باید یک سری از دستورات آشنا بشید. مورد سومی که شما باید بدونید این دوتا هستن، دات و دات دات. نقطه تنها اشاره به دایرکتوری که الان داخلش هستید میکنه و دو تا دات با هم دیگه اشاره به پرنت میکنه، و یعنی به دایرکتوری قبلی. شما دایرکتوری قبلی رو در حالت کامند لاین یا زمانی که پای یک سرور ایستادید، وقتی که گرافیک ندارید نمیدونید اسمش چی هستش. پس برای اینکه بتونید مسیر دهی بکنید، مسیر رو برگردید، برید به یه جای دیگه، به این دوتا نیاز دارید. آپشن دیگه LS یه آپشنی هست به اسم داش آر که کپیتال هم نوشته میشه، به معنی ریکرسی، یعنی خروجی که به شما میده هر فولدر رو به صورت جداگونه محتویاتش رو زیرش نشون میده. بریم با هم ببینیم. ببینید به این صورت اومد به من گفت که توی دایرکتوری جاری، این همون داتا هستش، خب در فولدر بش این فایل ها هست، توی دایرکتوری کد در فولدر در دایرکتوری جاری یه فولدر دیگه ای هست به اسم بش. حالا این از طریق رنگ من تونستم تشخیصش بدم. در کد بش یه سری فایل هستش، توی دسکتاپ چیزی نیست، توی داکیومنت یه فایلی هست به اسم text.txt. پس با آپشن داش آر هم آشنا شد. خب حالا من اینجا کاری که میخوام بکنم اینه که یه ls میگیرم، فولدرم رو عوض میکنم، میرم توی داکیومنت. اگر بخوام برگردم یک مسیر به عقب چی کار باید بکنم؟ گفتم دو تا مورد خاص شما توی خروجی داش ال و داش ای دیدید. به این صورت گفتیم که دو تا دات با هم دیگه به دایرکتوری قبلی اشاره میکنه. پس اگر من بیام اینجا بزنم cd دو نقطه و اینتر بکنم و pwd بگیرم مسیرم رو ببینم، ببینم که از توی داکیومنت اومدم بیرون و یک مسیر برگشتم عقب. حالا من اگه چند تا مسیر عوض کرده باشم چی؟ الان مسیر جاریم اسلش هم اسلش ترانزیشن، درسته؟ من اگر بزنم cd فرزن کد و بش و اینتر بکنم، مسیرم رو عوض کردم، درسته؟
از دایرکتوری ترانزیشن دو تا فولدر رفتم جلو، یکی فولدر کد، یکی فولدر بش. درسته؟ من الان میخوام برگردم عقب. دو راه دارم، یا باید بیام بگم که CD دو نقطه، خب یه دونه برمیگرده عقب، یه علامت به فوروارد اسلش میزنم، خب میگم یه دونه دیگه هم برگردم. درسته؟ پس من دو تا مسیر میخوام عوض کنم. چرا تونستم این کارو بکنم؟ چون این دات دات، این دو نقطه و اون تک نقطه‌ای که اونجا خدمت عرض کردم در همه دایرکتوری ها در سطح فایل سیستم وجود داره. پس میتونم با این حرکت یک مسیر رو برگردانم. ولی یه مسئله پیش میاد. فرض کنید که من توی مسیر خیلی طولانی هستم. بذارید اول خروجی این رو ببینم. ببینید من دو تا مسیر برگشتم. دوباره برگشتم توی ترانزیشن. دوباره میخوام برم جلو. کد و بش. درسته. من اگر دقیقاً بخوام برگردم به مسیر قبل، گفتم یا باید حواسم باشه دو تا مسیر برگردم به عقب، یا از این آپشن استفاده میکنم، میزنم CD فاصله دش. به محض اینکه اینتر بکنم، ببینید برگشت به یه مسیر قبل، دقیقا به مسیر قبلی من. پس یک بار دیگه میخوایم این کارها رو انجام بدیم که ابسولوت پث و ریلیتیو پث هم اینجا ببینیم. پس دستورها رو یاد گرفتیم، حالا میخوایم مسیرها رو با هم متوجه بشیم. گفتیم که پرینت ورکینگ دایرکتوری به ما مسیر جاری رو نشون میده. من اگر بخوام برم وارد فولدر داکیومنت بشم، فقط کافیه اینجا بزنم CD داکیومنت، یعنی از همین جایی که هستی یک فولدر برو جلو. درسته؟ من رفتم توی داکیومنت. یه روش دیگه هم داره. من برمیگردم توی هوم دایرکتوری و میگم که CD اسلش، گفتیم مشخصه ابسولوت پس چیه؟ اینه که دقیقاً اولش از اسلش، یعنی از بالای فایل سیستم شروع میکنه. برو توی هوم، بعد برو توی دایرکتوری یوزر ترانزیشن، بعد بیا برو توی داکیومنت، بعد اینتر. یه مسیر خیلی طولانی شد، فرقی نکرد. اینجا زدم CD داکیومنت، رفتم توی این مسیر، اینجا از اول آدرس دادم و دوباره اومدم توی همین مسیر. به این میگیم ابسولوت پت، یعنی دقیقاً مسیر رو بهش دادیم، و به این میگیم ریلیتیو پس. برای اینکه برگردم به مسیر قبل، من از CD داش استفاده میکنم، برمیگردم به مسیر قبلی. برای اینکه دو تا مسیر برم جلو، میزنم CD مثلا کد و بش. دو تا فولدر رفتم جلو. برای اینکه دو تا فولدر یه دونه فولدر برگردم عقب، فقط کافیه یه دونه دو نقطه بزنم. ببینید یک فولدر برگشتم، دوباره میخوام یه دونه دیگه بیام CD دو نقطه اینتر. برمیگردم توی هوم دایرکتوری. اگه بخوام دوباره یه دونه دیگه برگردم عقب و اینتر کنم، میرم توی دایرکتوری هوم. درسته؟ یه دونه دیگه میخوام برگردم عقب، دوباره میتونم بزنم CD دو نقطه و اینتر کنم. الان کجا هستم؟ رفتم تو بالاترین شاخه. آیا میتونم یه دونه دیگه هم برگردم عقب؟ نه، چون فایل سیستم بالاتر از این نداره. توی جلسه قبل توضیح دادیم که فایل سیستم مثل یک درخته که با اسلش شروع میشه و مابقی دایرکتوری ها در کل فایل سیستم زیر مجموعه این دایرکتوری هستن. برای اینکه برگردم به مسیر قبلیم، CD داش میزنم. برای اینکه برم توی هوم دایرکتوری، از CD خالی استفاده میکنم. برای اینکه مستقیما برم توی، به عنوان مثال، root CD اسلش میزنم. حالا من میخوام دقیقا زمانی که اینجا هستم یه کاری انجام بدم بدون اینکه از این مسیر خارج بشم. درسته؟ من میام میگم که CD برو توی هوم دایرکتوری خودم. بچه ها علامت تیلدا وقتی که جلوی CD قرار بگیره، یعنی
برو توی هوم دایرکتوری یوزر، از اینجا برو توی داکیومنت و وارد داکیومنت شو. پی دبلیو دی که میزنم ببینید رفت توی هوم ترانزیشن، یوزر ترانزیشن و دایرکتوری داکیومنت. پس علامت تیلدا که اینجا هم میبینید معنی هوم دایرکتوری رو میده. یعنی اگر من توی هر مسیر دیگه ای باشم از این آپشن میتونم استفاده کنم و بدون اینکه مسیرم رو عوض بکنم یک فایلی رو باز کنم و بخونم. حالا ما اینجا چنج دایرکتوری کردیم با دستور cd، واسه همین اومدیم توی فولدر داکیومنت. ولی اگر من توی این فولدر داکیومنت این فایل test.txt رو بخوام بازش بکنم با یه ادیتور توی محیط کامندلاین بخونمش، نیازی نیست حتما بیام اینجا. میتونم از هر مسیری که هستش یا هستم از این آپشن استفاده کنم، مسیر دهی کنم و بگم حالا این فایل رو برای من باز کن که من یه چیزی رو بخونم و بعد فایل رو ببندم. خب دوستان، این جلسه هم تموم شد و ادامه رو در پارت بعدی خدمت شما عرض می‌کنم.